بالاخره پای نظری به گل باز میشه. بعد از این همه مدت گل نزد، در چه بازی هم گل زد. گل زد در پیراهن تیم استقلال علی علیزاده. کسی باورش نمیشه علیزاده گل زده باشه. از خط عبور کرده. خب مثل اینکه بالاخره مومنزاده گل زد. گل دوم و رودش جستد. سرانجام در تیم استقلال پاش به گلزنی باز میشه. نتیجه 3-1 به سود استقلال. گل. گل به سود استقلال. توپ از خط عبور کرده. خب مثل اینکه بالاخره مومنزاده گل زد. درون محوطه جریمه مؤمنزاده و گل دوم او. احمد مؤمنزاده هم برای استقلال بعد از خیلی مدت گل زد، دو تا هم زد. بازیکنی که همیشه خوب بازی میکرد ولی خب سخت گل میزد. اکبرپور پا به توپ حرکت میکنه، توپ خوب داره جلو میبره، میتونه پاس عمقی هم بده، این کار رو انجام میده. نوازی که او به توپ نرسید، یه سانتر زیبا، فرصت و توی دروازه، توی دروازه. علیزاده تلس رو شکست. بالاخره گل زد در پیراهن تیم استقلال علی علیزاده. کسی باورش نمیشه علیزاده گل زده باشه، اما اون کار رو انجام داده. استقلال 1 سواباتی 0. جانواریو یک پاس عالی برای استقلالی ها، موقعیت و توی دروازه. علیرضا عباس‌فر موفق میشه بازی رو 2-2 مساوی بکنه در اوقات تلف شده. روی ارسال جانواریو پاس نهایی برهانی و ضربه تمام کننده علیرضا عباس‌فر، بازی 2-2 مساوی میشه تا استقلال از خطر شکست رهایی پیدا بکنه. حالا ورزشگاه ساکت میشه، پیراهن خودش رو هم در آورد علیرضا عباس‌فر، یک کارت زرد رو هم میگیره. چه دقیقه ای استقلالی ها گل تساوی رو زدند. امیر قلعه‌نویی به همین نتیجه تساوی هم راضی است. تصویر آیستار اگر بتونیم یه بار دیگه ببینیم، بازم مشخص میشه که جانواریو روی این توپ نقش داشت. البته اگر از میانه‌های زمین تصویر گل رو بتونیم ببینیم، پاس اول رو به این پاس جانواریو داد برای برهانی، برهانی هم رو به جلو برای عباس‌فر و ضربه تمام کننده این بازیکن. خسرو هیدری میفرسته، آفساید نیست، باز هم توی دروازه. این بار سه ساله‌ای میزنه. استقلال 4 ابو مسلم 0 شد. پاس ملاحظه بفرمایید که اینجا روی دروازه ارسال شد و سید مهدی سه ساله‌ای به راحتی دروازه ابو مسلم رو برای چهارمین بار باز کرد. بازم فرصت، این هم ضربه سید مهدی سید صالحی که تبدیل به گل چهارم تیم استقلال شد. اونقدر مدافعین ابو مسلم مکس کردن و ایستادن و دستاشون بالا بردن که خود سید صالحی هم لحظه تردید داشت که اصلا گل او قبول شده یا خیر. با پای غیر تخصصیش منطقه بازی رو عوض میکنه. بگزاده موقعیت برای بازیکن استقلال داره ایجاد میشه. یه همکاری خوب، بگزاده ساندر دروازه، فرصت توی دروازه، گل برای استقلال. بالاخره پای نظری به گل باز میشه. بعد از این همه مدت گل نزد، در چه بازی هم گل زد. محمد مهدی نظری حساب کار رو 1-0 میکنه برای تیم استقلال. بازم روی ارسال از کناره ها همون برنامه‌ای که امیر قلعه‌نویی داشت، یعنی اضافه کردن بگزاده به راست، پاس گل میده بگزاده و اینم بغل پای نهایی از نظری که یه کاری از دست طالبلو بر نمیاد. چقدرم خوشحال شد از زدن این گل. عبدالله کرمی، یعقوب کریمی میاد به این سمت. یعقوب کریمی حالا توپ رو بلند میفرسته، یک ضربه سر و گل دوم. گل دوم برای
استقلال. حالا دیگه جابر انصاری هم گل میزنه. جابر انصاری مرد همه کاره این میدان، باید لقب بگیره. حالا کار خیلی سخت میشه برای سپاهان. استقلال 2-0. حالا هست از این گل، این ارسال یعقوب کریمی بازیکن سابق سپاهان هست. این ضربه سر جابر انصاری که باز هم تسلیم میکنه شهاب گردان رو. حالا هواداران سپاهان محرم نوید کیا رو صدا میزنن. خوشحالی جابر انصاری. نومایر یا طارق، ارسال خطرناک است، یه برخورده دیگه و باز هم اعلام پنالتی، و باز هم پنالتی و بی احتیاطی سایپایی ها دست بردار نیستن و این بار خطا به روی دانشگر اعلام میشه. گرا هم به نظر میرسه پشت توپ دورخیز میکنه، میزنه، این بار هم در خلاف جهت و برای بار دوم از اون نقطه پنالتی دروازه سایپا باز میشه. استقلال 2-1. یک بازی قشنگ و تماشایی در حالی که هنوز به دقیقه 35 نرسیدیم سه گل رو دیدیم، اما از این لحظه به بعد شرایط بازی فرق میکنه. سایپا یه اخراجی داده، استقلال 2-1 جلو هست و خوشحالی زاید الوصل استقلالی ها از گلی که گرو به ثمر میرسونه. حسین زاده جستت، باز هم حرکت خوب جعفر سلمانی، موقعیت یه بار دیگه، فرصت که میامگام اونجا اضافه شده، تجمع بازیکنان و گل دوم. گل دوم و رودی جستت سرانجام در تیم استقلال پاش به گلزنی باز میشه. دروازه پدیده باز میشه برای بار دوم. جستد دروازه رو باز کرد در 22 دقیقه. ببینید تصویر آیستر رو اینجا و دیگه ضربه تمام کننده.